طراحی پایه آناتومی ساختار اسکلت با کانال من گرداره آرت. درود بر شما عزیزان، خوشحالم که با آموزش‌های من همسو هستید. در درس امروز قرار هست که اول ساختار استریومتریک استخوان‌های لگن رو طراحی کنیم و بعد از اون می‌پردازیم به طراحی ساده ساختار اسکلتی اون. طبق چارت اندازه‌گیری طرح اولیه اون رو رسم می‌کنیم به این صورت که با عرض 4 سانتی متر و ارتفاع 1 واحد یا همون 3 سانتی متر. البته قبلا آموزش ساختار استریومتریک رو آموزش دادم که لینکش رو بالای صفحه و همینطور در قسمت توضیحات قرار میدم. وقتی که میگیم با عرض 4 سانتی متر، در واقع منظور همون 1 واحد و 1/4 هست برای ساختار استریومتریک آناتومی مردانه. البته این اندازه ها در ساختار استریومتریک زنانه فرق میکنه و اگر دوست دارید که با اون آشنا بشید میتونید به کانال تلگرام من با همین نام گردار آرت مراجعه کنید. خب ارتفاع رو هم میگیریم به اندازه 1 یا همون 1 واحد یا 3 سانتی متری که ما تبدیلش کردیم به سانتی متر و نصف اون 1 واحد، در واقع میشه 1 و 1/2 یا 5 سانتی متر ارتفاع ران پا. و در قسمت پهنای زانوها ما اندازه 7/8 رو داریم، یعنی 7 قسمت از 8 قسمتی که 1 واحدمون رو تقسیم کردیم و پهنای اون رو میکشیم، تقریبا اندازه 2 سانتی متر میشه و باید اون رو دقیقا نصف انجام بدیم، نصف سمت راست خط تقارن آناتومی و نصفش سمت چپ قرار میگیره و به این شکل طراحی استریومتریک قسمت لگن و ران پا تمام میشه. در ادامه طراحی خوب هست که چند رنگ مداد رنگی هم داشته باشید و با من ساختار اسکلتی رو شروع کنید. روی خط 3 و 3/4 تقسیم بندی استخوان‌های لگن جایگاه استخوان شرمگاهی رو با یه دایره کوچیک قرمز مشخص می‌کنم و روی عرض مستطیل دو طرف خط تقارن رو نصف می‌کنیم و به این شکل فرم گلدانی استخوان لگن رو می‌کشیم. روی خط اول تقسیمات مستطیل نقطه استخوان یا جایگاه استخوان اسیس رو که همون خار استخوان لگن گفته میشه رو مشخص میکنیم، از اون نقطه به انتهای قسمت گلدانی شکل وصل میکنیم و بعد از اون با یک کمان نقطه اسیس رو به نقطه جایگاه شرمگاهی وصل میکنیم و به این شکل فرم استخوان لگن رو تقریبا الان میتونیم ببینیم. بله، در تصویر گرافیکی هم مشخص شد. و در این قسمت با یک دایره سر استخوان ران پا رو که داخل فرو رفتگی استخوان لگن قرار داره طراحی میکنیم و در این قسمت هم متافیز انتهای ران پا رو طراحی میکنیم برای اینکه بتونیم بلندی استخوان ران پا رو طراحی کنیم. این فرم بیزی شکل بالای استخوان ران پا هم هست، تروکانتر، که اون وصل میشه به قسمت انتهایی و به این شکل شما بلندی استخوان ران پا رو هم طراحی کردید. بله، تصویر گرافیکی هم دارید برای اینکه مشخصات رو راحت بتونید ببینید روی تصویر. خب نمای روبرو تمام شد، الان میخوایم نمای نیمرخ رو شروع کنیم. در نمای نیمرخ تنها تفاوتی که در طراحی استریومتریک اون هست این هست که ارتفاع اون همون 1 واحد یا 3 سانتی متر هست ولی عرض مستطیلمون 3/4 هست، یعنی 3 قسمت از 4 قسمت که تقریبا توی تصویر من 2 سانتی متر میشه و اون رو از وسط به 2 قسمت مساوی با 1 خط تقارن تقسیم میکنم و مجددا اون رو
به 4 قسمت تقسیم میکنم. جایگاه استخوان شرمگاهی رو روی خط 3 و 3 4 رو قرار میدم، همونطور که در تصویر میبینید، و بلندی ران پا هم همون اندازه هست. قسمت گلدانی شکل رو هم میکشیم و به این شکل ساختار استریومتریک اون تموم میشه. در قسمت چپ خط تقارن پهنای عرض زانو رو در نمای نیمرخ با همون 1 سانتی متر مشخص میکنیم و به این شکل فرم ران پا و کمی هم از ساق پا رو در ساختار استریومتریک میتونید الان در تصویر ببینید. بله، اینم تصویر گرافیکی شده. یا در این قسمت از طراحی جایگاه استخوان شرمگاهی و نقطه اسیس رو مشخص میکنیم، ارتفاع استخوان لگن رو با یه خط مایل میکشیم و سر استخوان ران پا و همینطور تروکانتا رو باید مشخص کنیم. به این شکل با یه دایره آبی سر استخوان ران پا رو مشخص میکنیم و متافیز انتهای ران پا رو هم به همین شکل با یه فرم بیزی و کمی هم از استخوان دروشنه ساق پا رو، کمی هم از ویژگی های استخوان لگن براتون بگم. به این صورت که استخوان لگن به عنوان مرکز یا تکیه‌گاه بدن توصیف میشه و همونطور که در تصاویر شماتیکی که الان با هم دیگه طراحی کردیم میبینید، ساختار لگن به گونه‌ای ساخته شده که وزن بالا تنه، سر و بالا تنه رو به طور مؤثر بین پاها و سپس به زمین منتقل میکنه یا متعادل اون رو نگه میداره. و حالا شما با اطلاعاتی که به این شکل به دست میارید توی این طراحی ها میتونید خیلی دقیق تر بعداً طراحی آناتومی رو اجرا کنید و با خیال راحت بدونید که چیزی که میکشید علمی و درست هست. حتما این آموزش رو هم روی 5 کاغذ A4 تمرین کنید که در حافظه تصویریتون ثبت بشه و بعدها در طراحی از اون استفاده کنید. امیدوارم که آموزش امروز هم مفید بوده باشه و از اون یاد گرفته باشید. اگر اینجور هست لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما به اشتراک بذارید با دوستانتون که علاقه به طراحی از آناتومی دارن. و در ادامه ویدیو هم میتونید نامگذاری روی تصویر طراحی شده رو ببینید و اینکه تا آموزش بعدی و ویدیوی بعدی بدرود.